بینندگان عزیز، در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن قرار داریم. 8 مارچ روز جهانی زن، روز مبارزه علیه هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری جنسی است. فرارسیدن روز جهانی زن رو من از طرف خودم و همکارانم در تلویزیون دموکراسی شورایی به همه شما زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب شاد باش میگوییم و با امید به گسترش مبارزه و نابودی هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری جنسیتی. به همین مناسبت نیز در این بخش از برنامه گفتگویی داریم با رفقا حمیلا نیسکیلی از سازمان رای کارگر کمیته مرکزی و اعظم نوری از سازمان فدایان اقلیت. توجه شما بینندگان عزیز رو به این گفتگو جلب میکنیم، با ما همراه باشید. اجازه بدید در وهله اول درودی داشته باشم با مهمانان برنامه، رفقای عزیز حمیلا نیسکیلی و اعظم نوری. رفقای عزیز، درود بر شما و ممنونم که دعوت ما رو برای برنامه امشب پذیرفتید. منم به نوبه خودم سلام میکنم به همه بینندگان و شنوندگان رادیو شور تلویزیون دموکراسی شورایی و به ویژه اعظم عزیز، و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. منم به حمیلای عزیز سلام میکنم و همچنین بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی. 8 مارس هم بر همه زنان مبارز جهان مبارک باشه. رفقای عزیز، به برنامه خوش اومدید. اگر موافق باشید من بحث رو با رفیق حمیلا آغاز میکنم. رفیق حمیلا، اکنون بیش از در واقع 100 سال از بنیانگذاری روز جهانی زن میگذره و در یک نگاه کلی به نظر شما دستاورد جهانی زنان در این یک قرن چه بوده و نیروی محرکه این جنبش در واقع چه بوده یا چه کسانی بودن؟ در این مورد توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید. صدا قطع شد؟ صداتون هست؟ الان هست شما؟ بله. در رابطه با اینکه در حال دو تا چیز مختلف هست، یکی نیروی محرکه چی بوده، شاید از اون سوال کنیم، یعنی شروع کنیم بهتر باشه. در واقع نیرویی که 8 مارس رو به وجود آورد، با تاریخچه‌اش بکنم برای بینندگان تلویزیون دموکراسی شورایی روشن باشه. ولی خب بد نیست تکرار کنیم که به هر حال به یاد، یعنی در سال 911 بس 13 به یاد اون چیزی در 908 در واقع کارگران نساجی در آمریکا کرده بودن، کارگران زن نساجی که در سال یک حادثه در واقع آتش سوزی امکاناتی که در این براشون فراهم بود چطور درها برشون بسته شد، چطور مانع از این شدن، یعنی هیچ گونه به حساب حفاظت ایمنی براشون بود. بیاد اون کسانی که در اون تظاهرات در اون در واقع مقطع معین به اون به حساب فراخوان معین کشته شدن، این بیاد اونها نیرویی که در دانمارک جمع شده بودن، زنهایی که در واقع نمایندگان جنبش کارگری بیشتر بودن و بخشی هم زنایی که شاید از طبقات متوسط بودن، یا نیرو که به نیروی کار رفته بود، یعنی در اون زمان در دوره‌ای بودن که هنوز زن حق رأی نداشت، هنوز زنها برای آمدن، برای حق رأی گرفتن، برای که در بازار کار وارد بشن از سطح به حساب کارگر ساده بتانن به عنوان سکرتر، به عنوان نیروی کار اداری در واقع در همون کارخانه ها، در همون سیستم سرمایه داری که در واقع انقلاب صنعتی که وجود آورد بود، بتانن وارد بازار کار بشن، هنوز از سوی خود به حساب سوسیال دموکراسی که نماینده به حساب دموکراسی در زمان نمایندگی میکرد به رسمیت شناخته نشده بودن، حق درشون به رسمیت شناخته نشده بودن، نشه این بخش از زنان هم قاطی بودن، در واقع نیروی کار زنان برای بر اساس اون که بخش عمده و وسیع اون زنان کارگر تشکیل میدادن، زنان کارگر ساده تشکیل میدادن در رخشورخانه ها، در آجرپزی ها، در
کارخانات نساجی و بعد بخشی که تازه رو به بازار کار آمده بودن، به یعنی به بالاتر، یعنی چون سرمایه داری در آغاز رشدش در واقع بود، با اینها همراهی کردن. این اگر این نیرو رو در نظر بگیریم، این نیرو بعد از این 100 سال ببینیم طبیعی هست که میبینیم رشد خیلی خیلی زیادی کرده، تغییر خیلی زیادی کرده. در اون زمان جنبش زنان در واقع بدون حق رأی میکوبید. خب الان در بیشتر اکثریت کشورهای جهان حق رأی زنان به دست آمده و در واقع از این نظر خودشان اون رو به دست گرفتن، ولی در همین زمینه طبیعی که جنبش زنان هم، جنبش زنانی که با بخش در واقع در کنار جنبش سوسیالیستی کارگری به وجود اومد و همراهی اونها رو پای خودش واستاد، ولی در اون زمان نباید فراموش کنیم که اون موقع مقاومت وجود داشته در به حساب سوسیال دموکراسی اون موقع اروپا و جنگیدن. من دقیقا یادم هستش که حتی برای جنبش سافرچه در بطور بخاطر این که حق رأی عمومی وجود نداشت، حق رأی به طبقه معینی داده می شد و به خاطر همین ولی زنان اون طبقه محروم بودند. اینجا در نتیجه حتی در جنبش در واقع کارگری خودمان هم می بینیم، در فرزن من در آثار پیشوری خواندم نقدی کرده جنبش سابرجت ایران و در سال 1308 و اشاره کرده، البته آماری داده از زنانی که در کنار چیز ماهیگیری و نساجی در شالیزارهای شمال کار میکنن این نه با توجهی به اونها و توجهی به زنهای کارگر، ولی شناخت داشته از جنبش سابرجت زنان با اونها نقد کرده که به هر حال از این جهت به این جهت در واقع در داخل خود سوسیال دموکراسی اروپا حق رأی زنان رو نمیپذیرفتن و هنوز توی اونها زنها جنگیدن براش، یعنی زنایی که در داخل سوسیال دموکراسی اروپا فعال شدن برای اون جنگیدن و این حق رأی زنان به رسمیت شناخته بشه از طرف حزبشون و بعد هم در به حساب در سطوح جنبش در واقع بعد یک پشتیبانی عمومی در واقع برای جنبش ایجاد شدش از طریق همکاری و همراهی شدش از طرف این بود. در اینی که یک این مرحله و مرحله تغییرات خیلی جدی کرد، یعنی یک قرنی بودی که البته سالهای اخیر که تغییرات واقعا یعنی کلن دنیا تغییر کرده، سرعت پیدا کرده، به اون نسبت وضعیت زنان تغییر نکرده، ولی با این حال باید گفت خواسته های زنان در از اون زمان به اون زمان الان تغییر خیلی کیفی کرده، به خاطر اینکه در اون مرحله زنان هنوز در وضعیت بودن که به ساختاری که موجود بوده فکر میکردن، بخش بزرگی از زنان که اشکال این ساختاری که حاکم هستش علتش نبود زنان، کمبود زنان در این سیستم هستش و سعی کردن با حضور در داخل سیستم بتانن به حساب اون ناکارآمدی این سیستم رو فکر میکردن از اونجا ناشی که فمینیزه نشد سیستم و اگر حضور پیدا کنن میتانن، ولی بعد با سالهای در واقع دهه 60 به بعد تغییرات کیفی ایجاد میشه، جنبش فمینیستی با چیزهای نوینی میاد که در واقع در مقابل ساختار قرار میگیره، سه تغییرات متفاوتی از جنبش فمینیستی وجود داره و در هر حال جنبش زنان دیگه با شعارهای دیگری در نفی سیستم وارد میشه که خواهان دنیای دیگری هستش که در واقع از این ساختار هیرارشی و هرمی فاصله میگیره. این من نمیخوام زیاد صحبت کنم که وقت دوست عزیزم رفیق عزیزم ازم رو نگرفته باشم، فقط تا همین حد میگم که تغییرات جدی و کیفی که کرده باشم. بله ممنونم از شما رفیق حمیلای عزیز. بله در ادامه برنامه من سوالی که میخواستم با رفیق اعظم مطرح بکنم اینه که تقریبا همزمان با اعلام روز جهانی زن به عنوان روز بین المللی در ایران نیز تحولاتی شد و زنان وارد عرصه مبارزاتی شدند. دستاورد مبارزات زنان در ایران چه بود و کلا اساسا چه علل و عواملی مانع دستیابی زنان به مطالبات اونها بود؟
بوده. در این رابطه نظر شما چیه رفیق عزیزم؟ بفرمایید. ممنون. ببینید، اعلام روز جهانی زن در واقع توسط کنگره سوسیالیست‌ها که توی دانمارک برگزار شد تقریبا مصادف با جنبش مشروطه خواهی توی ایران. زنان همطور که میدونیم همه تو انقلاب مشروطه شرکت فعال داشتن، ولی این شرکتشون بیشتر از جنبه مبارزات عمومی و ملی‌گرایانه و در دفاع از جنبش مشروطه بودش. اونا به جز شرکت تو تظاهرات علیه استبداد طبق مدارک موجود انجمنهای مخفی و نیمه مخفی تشکیل دادن، حتی تا جایی پیش رفتن که اسلحه به دست گرفتن در برابر نیروهای استبدادی. گفته میشه در میان اجساد مبارزان در تبریز جسد زنایی هم دیده شده بود. موارد دیگه‌ای هم هست که الان فرصت نیست بهش پرداخته بشه. اما واقعیت اینه که به علت شرایط اجتماعی اقتصادی خاص اون زمان، عموم زنان، من بخش محدود روشنفکری بودم، اینا رو کاری ندارم، عموم زنان با هویت خود و با خواستای خود تو این مبارزات شرکت نکردن. در نتیجه با تمام دلاوریایی که از خودشون نشون دادن و سهم مؤثری که به ثمر رسیدن جنبش مشروطه داشتن، به هیچ کدوم از حقوقشون دست پیدا نکردن، حتی حق رأی و چیز زیادی نصیبشون نشد. با این حال از مبارزه برای حفظ دستاوردهای انقلاب مشروطه دست نکشیدن. ما تو سالهای بعد از انقلاب مشروطه با انجمنهای مستقل زنان روبرو میشیم، با روزنامه‌های زنان روبرو میشیم، زنانی رو ببینیم که دست میزنن به تأسیس مدارس دخترونه و انتشار نشریه‌های زنونه. البته یه بخش محدودی هم بوده که مسائلی مثل حق رأی زنان اینا رو مطرح میکردن. بذار یه واقعه تاریخی رو براتون تعریف بکنم که ببینیم زنان چقدر ثابت قدم بودن تو این دفاع دستاوردهای انقلاب مشروطه. تو سال 1290 تو آذر ماه روسیه اولتیماتوم به ایران میده برای اخراج مورگان شوستر. این تو ایران خیلی واکنش‌های زیادی رو برمی انگیزه، از جمله خشم زنان. رو تو تاریخ اومده که 300 تا زن تپانچه‌های زیر چادرشون پنهان کردن، به راهروهای مجلس ریختن و تهدید کردن هر نماینده‌ای که اولتیماتوم روسا رو بپذیره رو میکشن. هزاران زن تو تظاهرات اطراف مجلس شرکت داشتن و این از این نمونه ها خیلی زیاده تو این تاریخ مشروطه. فعالین این جنبش نوب ها در واقع اکثر زنهای طبقه متوسط و مرفه، اغلب تحصیل کرده و از خانواده های روشن فکر بودن. این زنان پیشتاز اون زمان، واقعا باید بگیم زنان پیشتازی بودن، با وجود تکفیر و تهدید آخونده، با وجود مخالفت های مجلس و سیاست مداران، با وجود تهدید و حملات اوباش و مرعوب نشدن، دست از مبارزه بر نداشتن. همین مدرسه و حق تحصیلی که ما امروز خیلی بدیهی تلقی میکنیم برای زنان، به نظر من نتیجه و ثمره مبارزات فداکاری اوناست. اما با وجود این باید بگیم که تو اون زمان جامعه و شرایط سیاسی اجتماعی مناسبی برای رشد و گسترش این جنبش آماده نبود. دقت کنید که تو اون زمان هنوز روابط سرمایه داری اونقدر رشد نکرده بود که زنها رو در سطح وسیعی از اندرونی ها بیرون بکشه، به عرصه کار و اجتماع بیاره تا به خاطر حضورشون تو این عرصه ها به حقوقشون آگاه بشن و اونا رو بخوان. متاسفانه به فاصله کوتاهی هم استبداد رضاخانی برقرار میشه، جنبش زنان هم مثل سایر جنبش های اجتماعی سرکوب میشه و پیش از اینکه بتونه تو جامعه پا بگیره، تو توده زنان نفوذ بکنه، این انجمن ها و نشریات مستقل منحل و تعطیل میشن و انجمن کانون های دولتی جای انجمن های مستقل زنان رو میگیرن و هر صدای مخالف و منتقدی از جمله صدای زنان با استبداد خفه میشه. خلاصه کنم، باید بگم که عدم وجود شرایط اقتصادی سیاسی اجتماعی مناسب، نوپایی جنبش زنان و عدم گسترش آگاهی فمینیستی در جامعه و در نتیجه عدم توده‌ای شدن آن در اون زمان مانع دستیابی زنان به حقوقشون شد. بله، ممنونم رفیق عزیزم. ما اگر بخوایم در واقع رفیق حمیلا این سوال رو میخوام با شما در میان بگذارم، اگر نگاهی داشته باشیم به این دوره اخیر با توجه به اینکه در واقع اکنون 35 سال از استقرار رژیم جمهوری اسلامی میگذره و مسئله زنان و مطالباتشون همواره یکی از چالش‌های بزرگ در حکومت اسلامی در این 3 دهه بوده، در یک نگاه کلی ارزیابی شما از موقعیت کنونی زنان در جمهوری اسلامی چیه؟ بفرمایید.
در عرض این سال باید گفتش که در واقع 35 چیزی که در موقعیت زنان رو تغییر بده رشد دنیاست، یعنی خواه نخواه کشور ما، جامعه ما یک تکنیک و سیستم ارتباطات تغییر کرد، علم پیشرفته و دستاوردهای زیادی در رابطه با سیستم ارتباطات به وجود آورد، تکنیک پیشرفتاش امکانات زیادی رو به وجود آورد. در سایه انقلابی که در جامعه صورت گرفته و پیشرفتی که علم و تکنیک داشته، طبیعی هستش که وضعیت زنان از سال 57 تغییر کرد. گذشته از اون جامعه ما که تازه از دوران فئودالی رو رد میکرد و تازه به مناسبات سرمایه‌داری داشت وارد میشد، جامعه هستش که الان در واقع بیشتر مناسبات سرمایه‌داری درش حاکم شد. یعنی در ما با در سال 57 با یک جامعه که هنوز نیمه عشایری و نیمه شهری بیشتر در واقع ساکنین جامعه، ساکنین ایران در داخل روستاها بودن، الان این نسبت تغییر کرده و اکثریت در شهر هستن، علارغم این که زبان مادری هنوز حق به حساب تدریس زبان آموزش به زبان مادری وجود نداره، ولی با این حال خواندن و نوشتن میزان باسوادی بالاتر رفته تو جامعه. این تغییرات باعث شد که وضعیت زنان نسبت به اون زمان طبیعی که در مجموع خودش تغییر می‌کنه و اینها همه این تغییرات با علارغم این هست که یک دولتی سر کار آمده که این دولت البته دو چیز به شدت ارتجایی به عقب که مفاد یک جامعه مذهبی که متعلق به 1400 سال پیش هستش ایجاد کنه، با اون مناسبات ایجاد کنه، و از طرف دیگه سیستم اقتصادی رو مخاطب کنه که سرمایه داری، یعنی در جهت استحکام اون سرمایه داری در واقع کاملا تلاش کرد از اول میگوندش. یعنی خود این حکومت یک تضاد درونی داخل خودش داشته که در واقع مناسبات سرمایه داری وقتی گسترش پیدا میکنه، لزوم زن بیرون آمدن زن به بازار روش، یعنی میکنه، باید در واقع صورت بگیره و از اون بعد تلاش داری میشه که این زن در خانه مانده بشه. این تناقض که هستش که زن از ابتدای جمهوری اسلامی باش درگیر بودن، منتها دوران جنگ و نیاز هرچه بیشتر در واقع نیروی کار زنان در دورانی که به هر حال نیروی کار کم داشتن، به ویژه با حذف بخش سکولار جامعه در واقع از دستگاه های دولتی و بازار کاری که موجود بود، زنان کارمند ممتدن اخراج شده بودن، من که چیز بودن بخش بزرگی اخراج ها صورت داشته بود، جایگزین اون باید میشد نیروی دیگری از زنان رو که در واقع تا اون موقع در پس سوکانه ها بوده به بازار کار کشاندش و کلن جبه مذهبی باید شد اون نیروی که قبلا نمی آمد به حساب الان فتوای آمدن به صحنه رو گرفت و بیدش رو شرکت میکرد. اینا یه تحصیلات جدی رو در عامه بدنه در واقع زنان جامعه ما ایجاد کرده، وضعیتشون به وجود آورد که خودش رو در خیلی چیزا نشان میده، خودش رو در بالا رفتن میزان در واقع باسوادی زنان نشان میده، خودش رو در بالا رفتن میزان نیروی کار زنان نشان میده، خودش رو در بالا رفتن تعداد دانشجویان دختر نشان میده، خودش رو در بالا رفتن در واقع تعداد نویسنده ها و هنرمنده ها و زنهایی که تا اون موقع ما جامعه رو نداشتیم نازداشت. و این اشتباه هست که اگر ما این تغییرات رو به حساب این بذاریم که در واقع جمهوری اسلامی امکان رو داده، بلکه این تغییرات، این دستاوردها همشون چیزایی هستش که زنان علارغم حضور یک حاکمیتی که مانع این تغییرات بوده انجام دادن، به سمرش میاد. در واقع زنان ایران به نوعی نشان دادن که اکثر عمل در مقابل سرکوب لزوما تسلیم نیست و اینا مبارزه کردن میشه.
و این تغییرات موجود بودن. منتها این تغییراتی که وجود داره با وجود با در واقع علارغم وجود قوانینی هست که به شدت عقب مانده است و با این تغییرات اصلا همخوانی نداره. یعنی یه واقعیتی که ما در هر کجای این سمینارهایی که در خارج کشور تشکیل میشه راجع به مسائل زنان صحبت میشه، وقتی آمار و یعنی که زنانی که فعال هستند در عرصه های اجتماعی مختلف اجتماعی ایران آماری داده میشه یا حضورشون پیدا میشه، برای نه قابل درک نیستش که چطوری توی کشوری که اینقدر قوانین عقب مانده حاکم و اینقدر اینها در واقع یک قابل، یعنی در هیچ کشور دیگری تا این حد در تناقض نیست آنچه که جامعه میخواهد با اون چیزی که حکومت داره تلاش در سلطه اون میکنه. یعنی تا اینقدر قوانین عقبتر باشه از اون چیزی که سطح جامعه موجود هست و خواهانش هست. این هستش که باید اینو ولی در نظر بگیریم که با تغییر این دولت ها هر چند بار یک بار همیشه جمهوری اسلامی تلاش کرده که این در واقع با عقب رفت با برنامه ریزی های بدعی واقعا ساخت زمینی اصلی این تغییرات رو بتانه جلوش رو بگیره و مانع از این بشه. ما این تغییرات رو در بخشی از جامعه داریم، زنایی که واقعا اینقدر رشد کردن، اخشاری از زنان که باید نباید فراموش کنیم که این در اثر اون انقلاب اون دیرورو شدن جامعه بوده که هنوز اون پتانسیل رو داده. ولی به مرور زمان هرچه این عمر این جمهوری اسلامی بیشتر بشه این نیروی اولیه در واقع به چیز خواهد رفت، پاشیده خواهد شد، از بین خواهد رفت. ببیشه که جمهوری اسلامی واقعا در تلاش این هستش که این بتانه این نیرو رو بخواهانه. ما الان نباید فراموش کنیم در رابطه با همین آن چیزی که در واقع بعد از این همه سر و صدایی که برای تغییر دولت توی ایران شد آقای روحانی آمدش، همزمان دیر تمام این سر و صداها یک طرح تعالی خانواده آمده، 50 نفر اینا رو امضا کردن، یک سری در حال طرح جامعه در واقع جمعیت تعالی خانواده آمده، همزمان با این بخشی از دستگاه های در واقع مشاور زنان ریاست جمهوری که داشتن اون دستگاه رو حذف کردن، اون چیزی که توی داخل در واقع خودشان در نهادها ایجاد کرده بودن نهادهای دولتی حذف کردن، طرح حق ازدواج با فرزندخوانده رو اجرا کردن. یعنی چیزایی که در این مدت کوتاه زیر چون سر و صدای در واقع مسئله مذاکرات با آمریکا صورت میگیره، تر از این صورت میگیره، این تغییر به حساب این تحریم ها و مسئله تحریم ها صورت میگیره، دید تمام این سر و صداها طرحهایی رو دارن پیش میبرن که این طرحها واقعا اگر بهش توجه نشه به طور بدعی میتونه تغییرات خیلی جدی رو در جامعه در واقع ایجاد بکنه که بعد بدتر از این بشه. بله، ممنونم از توضیحات شما رفقا. با توجه به اینکه این مقدار وقت ما محدوده، دو تا سوال دیگه هم هست که من باید با شما رفقا در میان بگذارم. لطف بکنید یه مقدار بحثتون رو در واقع خلاصه تر ارائه بدید. من رفیق اعظم، با توجه به توضیحاتی که رفیق حمیلا پیرامون موقعیت کلی زنان اکنون دادن، در شرایط کنونی به نظر شما فوری ترین مطالبات و خواسته های زنان چیه؟ در این رابطه نظرتون رو میخواستیم بپرسیم، بفرمایید. ببینید، از فوری ترین مطالبات زنان شما سوال میکنید، اما باید توجه داشته باشیم که زنان یک توده یا همگن یک دست نیستن. زنان هم متعلق به اقشار و طبقات مختلفی هستند. در نتیجه ممکنه یک خواست برای زنان یک قشر یا یک طبقه فوری محسوب بشه، برای یه عده دیگه محسوب نشه. این یه مشکله. مشکل بعدی هم اینه که چنان محرومیت و بی‌حقوقی و تبعیض علیه زنان تو ایران گسترده و همه جانبه است که
آدم واقعا نمیدونه رو کدومش باید انگوش بذاره، از نابرابری حقوقی بگیری تا تبعیض و جداسازی جنسیتی، از خشونت دولتی بگیری تا خشونت اجتماعی و خانگی، و همینطور میشه مثنوی از این مطالبات نوشت. از طرف دیگه از گاهی گروه های جمع میشن، مخصوصا در آستانه اول 8 مارس یه لیستای مطالبات فوری منتشر میکنن که هیچ کدومشون نتونستن مورد توافق جمع کثیری قرار بگیرن. من تو جواب به این سوال شما ترجیح میدم یه راهکار رو پیشنهاد بکنم به جای اینکه یه لیست دیگه اضافه بکنم. راهکارم اینه که زنای همفکر، منظورم از زنای همفکر کیه؟ چیزی که مد نظر منه، زنای فمینیست لایق، زنای آزادی خواه، زنای چپ، سوسیالیست، کمونیست، چه تو ایران چه تو خارج کشور، با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارن با هم دیگه تماس بگیرن، تبادل نظر بکنن و این فوری ترین مطالبات رو تعیین بکنن. من بازم میگم فوری ترین، وگرنه مطالبه زیاده. و حالا چه چیزهایی باید توی تهیه این لیست مد نظر قرار بگیره؟ یک، همینی که گفتم، این مطالبات کدوم طبقه اقشار زنان هستش؟ به نظر من باید مطالبات اکثریت زنان مد نظر قرار داده بشه، نه طبقات اقشار اقلیت. این اکثریت زنان هم زنهای کارگر زحمت کشن. این مطالبات باید خصوصیت اینو داشته باشن که قدرت بسیج کنندگی داشته باشه، یعنی زنهای هرچه بیشتری رو مخاطب قرار بدن و اونا رو به حرکت در بیارن. و یک نکته بسیار مهم به نظر من، باید افق و راستای معینی داشته باشه و این افق هم جدایی دین از دولته. ببینید بحث این نیست که یه ده زن تو ایران پیدا بشن، یه لیست مطالباتی یا یه منشور بنویسن، بند اولش هم جدایی دین از دولت باشه، بلکه اون افق و اون جهتگیری که میگیرن باید این باشه. باید این مطالبات فارغ از اینکه تو اسلام یا هر دین دیگری چه محدودیتایی برای زنان وجود داره، فارغ از اینکه این قانون و اون قانون چی میگه، فارغ از اینکه این آخوند و اون آخوند چه فتوایی میده، خواستای زنان با جهتگیری لایق مطرح بشه. اگر عده‌ای از زنان الان ما میبینیم بنا به منافع سیاسی خودشون چشم امید به این رژیم دوختن، اما زنان ایران 35 سال که جمهوری اسلامی رو تجربه کردن، میبینن وقتی حق طلاق میخوان یه قانون تصویب میشه که چند همسری رو تسهیل میکنه، وقتی حق سفر میخوان یه لایحه میره مجلس که میگن زنان زیر 40 سال باید اجازه ولیش رو داشته باشن و الی آخر. و اونا به خوبی میدونن که هر سازمان و تشکل و فردی که چشم امیدی به این رژیم داشته باشه به جایی نمیرسه و همین دلیلن به این افراد و این تشکل ها بی‌اعتمادن. یکی از دلایل پانگرفتن جنبش زنهای اصلاح طلب در میون توده زنان هم همینه. پس این مطالبات باید مستقل از کلیت رژیم، مستقل از دین و فقط و فقط بنا به نیازهای واقعی زندگی زنان تعیین بشه. تجربه من اینو میگه که این راهکار رو برای تعیین این فوری ترین مطالبات راهکار مناسبیه. اینم اشاره بکنم از اونجایی که زنان، من از مشروطه براتون گفتم، همیشه تو طول تاریخ ایران نشون دادن، مخصوصا تاریخ دوران مدرن، که ثابت قدمن، پتانسیل مبارزاتی بالایی دارن. اگر این گام ها درست برداشته بشه، به نظر من جرقه زده میشه که آتش بزرگی به پا خواهد کرد. بله، ممنونم رفیق اعظم عزیز. رفیق همیلا، ما در واقع به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. به هر کدوم از شما رفیق فقط 3 دقیقه فرصت داده میشه که به این سوال آخری ما هم پاسخ بدید. در واقع الان شما 3 دقیقه فرصت دارید که به این سوال پاسخ بدید. در سوالی که میخوام از شما داشته باشم اینه که نقش زنان چپ و سکولار رو در رابطه با موقعیت و جنبش زنان چطور میبینید؟ بفرمایید. من فکر میکنم موتور اصلی خیلی از بسا حرکات زنان چه در داخل کشور چه در خارج کشور از طریق زنان چپ بوده، سکولار بوده. و اگر ما این زنان رو به معنای سازمان‌های سیاسیشان نگیریم، یعنی به معنای زنانی بگیریم که مستقل منفرد فعال هستن، با سابقه چپ، با دیدگاه چپ بوده، البته در طول این به حساب چند در واقع 10 سال اخیر الان در دیالوگی بین به هر حال آنچه مسلم بود چپ که خودش معتقد اصلی کلن همیشه حمایتگر اصلی بوده، ولی خودش مشکل داشته. واقعیت اینه که من
میخوام اینجا رو تاکید بکنم به این که چون فرصت کوتاه بیشتر میام روی اینش تاکید بکنم به این که چپ بنا به ایدئالی و آرمانهایی که در واقع اعلام میکنه ادعا میکنه طبیعی هستش که مسئولیت بیشتری جماعت ازش بخوان، به حساب جوابگو پاسخگوی بیشتری است و چپ فقط به زنان محدود نمیشه. من در این در واقع تریبون واقعا میخوام درخواست کنم بیشتر از مردانی که خودشون رو در واقع چپ میدانن، چه در سازمان های سیاسی متشکلن چه نیستن، که آیا این تصویری که از مرد ایرانی داده میشه قابل قبول اینها هست یا نیست، این چیزی که برای جامعه در واقع الان پر جامعه جمعیت داده میشه، آیا این تصویری که مرد باید بچه دار باشه، در واقع مرد رو هم الان دیگه ماشین جوجه کشی میخواد رژیم فقط داشته باشه ازش، آیا با این تصویر مردی چپ مشکل نداره و چرا کار کم هست در این زمینه، چرا نیست؟ در واقع آنچه من تا کنون از مردان در واقع متعلق به این تیف خواندم برمیگرده به این که بیشتر بگن که زنها چطور باید مبارزه کنن، ولی آن چیزی که به تصویر اینها به الگوسازی خود اینها برای مرد جامعه امروزی برمیگرده از خودشان کاری صورت نگرفته. این هستش که من بنابه آن چیزی که من به عنوان چپ میشناسم، به عنوان آرمان چپ میشناسم، نقش چپ رو الان خیلی ضعیف میبینم در مجموع خودش، ولی نقش زنانی رو که من اونها رو فکر میکنم چون با هیچ چیزی از راست در طرف راست در واقع مجلس نمی گنجن، ولی به هر حال نقش اینها رو در ساختن یک دنیایی که استثمار جنسی رو از بین ببره و به حساب الگوهای جدید به جامعه آینده ارائه بده قوی تر می‌کنه. ممنونم از شما رفیق حمیلا. رفیق عزم شما هم 3 دقیقه فرصت دارید که به این سوالی که میخوام اتون از شما داشته باشم پاسخ بگید لطفاً. در واقع واقعیت اینه که زنان در این 3 دهه گذشته و با استقرار حکومت اسلامی با موانع و مشکلات زیادی روبرو بودن که اکنون ما بحثش رو داشتیم، اما سوالی که مطرح اینه که آیا فقط رژیم جمهوری اسلامی مانع دستیابی زنان به حقوق حقشان هست یا اینکه اساسا موانع دیگه‌ای هم بر سر راه مبارزات زنان وجود داره؟ در این مورد نظرتون رو میشنویم، بفرمایید. داشتم فکر میکردم به سوالتون، سوال سختیه. مسلما تو هر جامعه بجز دولت و قانون عوامل دیگه هم توی کسب، حفظ یا سرکوب حقوق زنان نقش داره. این عوامل هم هنجارهای اجتماعی و فرهنگی مردسالاران، اما توی ایران این بافت مردسالارانه اجتماعی و فرهنگی چنان با این رژیمش در هم بافته و واقعا نمیشه گفتش کدوم یکی پایه و کدوم یکی تکیگاه اون یکیه. بنابراین بازم پایه هرچی بگیم به نوعی پایه دولت به میون کشیده میشه. از این بگذرم، یه مانعی که به نظر مثلا راه مبارزات زنان قرار داره مثل سایر جنبش های اجتماعی، مسئله سرکوب و سانسور و عدم آزادی های سیاسیه که نمیذاره زنان به راحتی تشکلاشون رو تشکیل بدن، مطبوعاتشون رو داشته باشن و مخاطبینشون ارتباط برقرار کنن. باز برمیگرده به سیستم سیاسی حاکم. اما اگه بخوام تو فرصتی کم به یه نکته سوم اشاره بکنم، به نظر من مسئله آگاهی و تجربه است. زنهای ایران تو سطح توده من صحبت میکنم، از زنهای نخبه فقط صحبت نمیکنم، هنوز از اون درجه از آگاهی برخوردار نیستن که حتی بسیاری از حقوق خودشون و خودشون به رسمیت بشناسن و بعدم برای دستیابی به اونا به ابتکار و تجربه مبارزه دست بزنن. حالا اینا راجب خیلی مردم میشه گفت، ولی خب برقال ما اینجا بحثمون زنانه. من براتون از زنایی گفتم که اصلاحی برداشتن تو دوران مشروطه رفتن مجلس. مسلما امروز پیشنهاد نمی کنم چنین کسی چنین کاری رو بکنه، اما باید از شجاعت و ابتکار روحی مبارزاتی اونا دست گرفتش. یکی از مشکلات جنبش زنان الان اینه که صداهای گوناگونی تو اون به گوش نمیرسه، نه اینکه نیست، هست، اما چنان ضعیفی که به زحمت قابل شنیدنه و بلندترین صدایی رو که الان شنیده میشه همون صدای زنهای اصلاح طلبه که سعی میکنن خودشونو جای تمام جنبش زنان جا بزنن. نکته بعد سرکوبه. گفتم
ولی به نظر من سرکوب نمیتونه عاملی چنان تعیین کننده باشه. تعیین کننده هست ولی نه اون قصد که یک جنبش رو کلا از حرکت باز بداره. ببینید ما جنبش های دیگه تو جامعه میتونیم اینو بفهمیم، جنبش کارگری دیگه تحت سرکوب نیست اما حرکت مبارزه میکنه. جنبش دانشجویی با وجود سرکوب تو مقاطعی حرکات و مبارزاتی از خودش نشون داده. یا اگه کانون نویسندگان یکی از ارکان جنبش روشنفکری بگیریم، اون هم سالهای سالی که در برابر سانسور خفقان مبارزه و ایستادگی میکنه. همه هم دارن تو همون جامعه زندگی میکنن، پس سرکوب نمیتونه تنها عامل باشه. مسلما زنان یک عدم مزیت یا یک مشکلی نسبت مثلا به دانشجوها یا کارگرا دارن، اونم اینه که توی یه جا نیستن، تو ارتباط روزمره قرار ندارن، که خود این موضوع میتونه کمک کنه هم فکری کنن، بحث کنن، تشکلیابی بکنن، ولی بازم اینم نمیتونه تنها عامل بازدارنده باشه. نویسندگا هم چنین امکانی ندارن. ولی جنبش های دیگه چند تا وجه مشترک دارن که یکی از اونها رو من بخوام اشاره بکنم، اون سابقه مبارزاتی و تجربه است که جنبش زنان متاسفانه فاقد اونه. تشکل‌ها و مطبوعات زنان در مجموع تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته به نظر من تحت تاثیر گرایشی قرار داشته که اولویتش کسب حقوق زنان با بسیج اونا نیست، بلکه بیشتر به چونه زنی با بالا میپردازه و مطالباتی که مطرح کرده مطالبات گروه فراگیری از زنان نبوده، راهکارهایی که در پیش گرفته نتونسته اعتماد زنان رو جلب بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که جنبش زنان نیاز به تجربه و آگاهی داره و این نیاز تنها با حرکت، با فعالیت و با ارتباط گیریه که حل میشه. این مسئله مهمیه به نظر من. مسلمن فعالین، محافل، گروه های هرچند غیر علنی و رسمی مترقی تو ایران وجود دارن. این جمعه باید در با هم ارتباط بگیرن، مشکلات و مسائل را طرح بکنن، راه حل ها رو پیدا بکنن و از این حالت جمعه کوچیک خارج بشن. مسلمن در اون صورت ابتکاراتشون هم بیشتر خواهد و قدرت این جمع شدن، این بزرگ شدن اینا، قدرت بسیج و نفوذشون هم در میان زنان بهتر میکنه و خود این حرکت به نظر من آگاهی و تجربه با خودش خواهد آوردش. ممنونم از شما رفیق عزم و همینطور رفیق حمیلا نسکیلی. تشکر میکنم از همراهیتون در این برنامه و بار دیگر فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن رو به شما و همه زنان و مردان برابری طلب و به همه پویندگان راه آزادی و سوسیالیسم شاد باش میگم و با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان. شب شب شما رفقای عزیز.